اگر در جلسات سخنرانی، مذاکرات و یا ارتباطات اجتماعی دچار ضعف و کاستی هستید، می توانید با شرکت در دوره‌های آموزشی سخنوران مشکلات خود را در موارد فوق حل نمایید. سخنوران، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه‌ای، برگزار کننده دوره‌های آموزش حضوری، الکترونیکی و بسته‌های آموزش مکاتبه‌ای. 640-71 سخنوران. آسد جواد یحیوی، مرد سخنوری که در یک دهه گذشته خاطرات بسیار خوبی رو ما با برنامه‌هاش داشتیم و عشق بازی ها با اون سخنوریش کردیم، چرا الان چند وقتیه که در قاب رسانه ما نمی‌بینیمش؟ والا ظاهراً که شرح مفصلیه که منم خیلی ازش باخبر نیستم، برای اینکه به خود منم هیچ وقت به شکل رسمی اعلام نشده که من چرا با تلویزیون همکاری نمی‌کنم، ولی به هر حال اینو میفهمم که تلویزیون به من بدهکار نیست. تلویزیون، من استخدام تلویزیون نیستم و به عنوان یه سازمان حق داره که همکار خودش رو انتخاب کنه، مایل با یک چهره فعالیت کنه و کار کنه یا کار نکنه. به هر حال به نظر میرسه که من امروز خیلی با به میل مدیران رسانه برای اون رویکرد و هدفی که توی اون رسانه داره تعقیب میشه نیستم، ابزار خوبی برای انجام اون اهداف به حساب نمیام، ضمن اینکه خودم هم اصلا دلم نمیخواد که تبدیل به ابزار بشم. آره، میخواستم بپرسم ازتون که شما اون کارهایی که میگین پدرتون برای بچگی شما کرد و چقدر کارهای خوبی بود و درستی بود برای اینکه شما کامپلیمان بشین، تشویق بشین، انرژی بگیرین، برای اینکه آیا ببخشید این سوال من بود، شرمنده بچه‌ها گفتن که الان تو گوشی میگن که من بگم. چه اهمیتی داره؟ چرا اهمیت داره دیگه بعد من بگم؟ لیلی داریم بازی میکنیم. خب میفرمایید. سجاد یحیوی اینطوری میتونیم ما تعریف کنیم که آدم سفارشی نیست. حالا شاید مثلا این حرف رو زدن، یعنی اگه این معنی ازش بر بیاد که همه دوستای ما دارن با سازمان صدا و سیما کار میکنن، دارن الزاماً کار سفارشی میکنن و آدم های دلم نمیخواد این تصور پیش بیاد، ولی به هر حال شاید من اون مهرهی که تلویزیون امروز برای جلو دوربینش لازم داره نیستم، نباشم و به این ترتیب خب کار نمی کنم. تمرکزم خود رو بازیگری گذاشتم. این مدت 7 سالی هست که شما تقریبا 7 سال از دیماه 86 من تلویزیون ندیدید. بله بله. ولی تو این 7 سال 7 تا کار تئاتر کردم، 2 تا کار فیلم کردم. اونقدر که میشده و ممکن بوده تجربه های فرهنگی که از دستم برمی اومده رو توش شرکت کردم. تو به هیچ گیرنده میکنی، به خودت هم میزنی یه دونه. چرا آخه این کار؟ جواد. بله. خیلی جوادی. خب شناسنامه من چه کار کنم؟ چه دروغ میگی؟ خوبم من. آقا اسم شناسنامه جواد نیست، یحیی بود اسم شناسنامه. با یحیوی قاطی میشد، مردم زبونشون پشت دندوناشون گیر میکرد، اصلا از دور یکی اون ورقی اون میخواست داشت. سه جان، من یک موضوعی رو شنیدم، حالا میتونی تکذیب کنی یا تایید کنی. یادم 1 سال یا 2 سال پیش بود که جناب آقای زرقامی یک نامه‌ای رو به اصحاب رسانه زد، به چند تا تعداد محدود شما بودی، رضا بود و فرزاد. من اینجوری شنیدم، چون حالا با یکی دوتا از دوستانی که اسم آوردم رابطه نزدیکی داشتم، شنیدم که شما حالا دعوت کردم برای اینکه بیایید رو و اینکه بگن آقا مثلا بیایید کار کنید، ولی مثلا یه سری خطوط رو باید رعایت کنید، یه سری چیزا رو نباید ببینید و بگید. این درسته یا تکذیب؟ نه، من با خبر نیستم از این ماجرایی که شما میگین. من 7 سال پیش که دیگه می‌خواستم با تلویزیون شروع این قطع همکاری بود، کتما از دفتر آقای زرقامی وقت ملاقات خواستم و امروز آقای زرقامی ماموریتش تموم شده و از تلویزیون رفته، ولی هرگز اون وقت ملاقات تعیین نشد. درسته. ما امیدواریم که به زودی آسد جواد یحیوی رو در قاب جادویی ببینیم، چون فردی از جنس سید بزرگوار ما جزو گنجینه های رسانه ملی ماست. آقا ما دعا میکنیم که هر چه زودتر به رسانه برگردید. شما خیلی به من محبت. من مخلص شما هستم. سلامت باشید.